با او تجدید عهد کنیم و بگیم که همه زندانیان سیاسی با الگو گرفتن از چنین شیرزنانی که در عرصه پیکار و مقاومت و مبارزه وفای به عهد میکنند، ما هم با او هم عهد و هم پیمان خواهیم بود. اما جا داره که در اینجا از سازمانهای مدافع حقوق بشر و جوامع بین المللی و سازمانهای بین المللی بخوام که در رابطه با فشارهایی که بر زندانیان سیاسی ما میارن اقدامات عاجل و سریع و فوری خودشون رو بکنن، وگرنه این جنایت ها روز به روز تکرار خواهد شد. کما اینکه در فروردین ماه سال گذشته شاهد شهادت یکی از زندانیان سیاسی مقاوم بودیم، آقای محسن دکمچی، و امروز هم همین جنایت داره در اشرف تکرار میشه. مزدوران رژیم در عراق و در اشرف نیز بعد از 19 فروردین مانع از خروج بیماران و مجروحان ما از اشرف میشن، میخوان اونها رو هم مثل زندانیان سیاسی در ایران زجرکش کنن. نمونش رو در همین روزهای اخیر دیدیم. برادر مجاهدم بهمن عتیقی و خواهر مجاهدمون سبا هفت برادران، اینها چیزی نمیخوان جز تسلیم و کوتاه اومدن. نمونش رو داشتیم که با پدر مجاهد شهید سبا هفت برادران چه برخوردی کرده بودن. وقتی خواهر سبا در آستانه شهادت بود رو به پدرش کرده بودن و گفته بودن که اگر از مجاهدین جدا بشی سبا نجات پیدا میکنه و اونو مداواش میکنی، که برادرمون رضا در جواب به اونها گفته بود هیهات این نزله، ما مجاهدین آرمانمون آزادی خلقمونه و برای این راه و برای این کارزار آماده هر قیمت و بها هستیم. حالا به مدافعان حقوق بشر، به سازمانهای بین المللی دارم میگم که اگر در رابطه با نجات جان مجروحان اشرف و زندانیان سیاسی اقدام عاجل نکنن، رژیم آخوندی اونها رو هم زجرکش میکنه و اونها هم شهید خواهند شد. پس برای نجات جان این مجروحین و این زندانیان سیاسی هر چه زودتر اقدامات لازم رو انجام بدیم.